بچه‌ای تو خونه؟ کلن حال خندوانه یا؟ به به خدا رو شکر خرستون دارم. نمیدونستیم اینه چی بگیم، ولی من خیلی دوستتون دارم، هیچی نگیم. آخه چه شب قشنگی، چه شب قشنگی. اول بخندی بیا یه چیزی بگم. اول بخندی بریم. یک نفس، دو نفس، سه نفس. حالو زنده باد به شما و همه کسایی که انقدر با حالم اهل خندیدنه. متشکرم. هیچ کدوم از ما امکان نداره که حتی یک بار این تجربه رو نکرده باشه، یک بار این موهبت رو تجربه نکرده باشه که یک کسی تو زندگیش باشه که بهش یک چیزی یاد داده باشه. این کس میتونه یه دوست باشه، میتونه یک فامیل باشه، میتونه یک رهگذر باشه، میتونه غریبه باشه، میتونه یه چیز باشه، میتونه پدر مادر باشه و میتونه یک معلم باشه. میگن چوب معلم گل هر کی نخوره خولی. نه؟ حالا بعضیا به یه شاخه گل هم رضایت میدن، بعضیا به یک دست گل و باغ گل و اینم رضایت نمیدن. ولی واقعیت اینه که هر موقع به اول مهر که نزدیک میشیم، حتی بعد از گذشت این همه سال، برای من یه حال هوایی در من زنده میشه و یک چیزهایی که کلی خاطره توشه، از عجل و نظام تا مثلا فکر کن مأمور دم آبخوری که دیگه از یه لحظه میگن بری سر کلاس، نمیذاره آب بخوری، جونه من یه ذره آب بخوره، برو سر کلاس، برو سر کلاس. من معلومم نبود چرا اینقدر احساس وظیفه اونا بالا بود، با ول کن یه قلو با آب بخوریم دیگه، داشتم تا الان مثلا فوتبال بازی میکردم. تا خیلی چیزا، تا مثلا معلم که میگفت برگه ها روی میز و مثلا آه اجاز ما بریم گچ بیاریم، یا مثلا خیلی چیز اینجوری من پاک کنم، دیدی یا ایتر مثلا میگفتن مثلا جوان تخته رو پاک کن، فکر میکردی دیگه الان قهرمان جهانی دیگه، به بقیه اینجوری من دارم تخته رو پاک میکنم. این گجاش انقدر افتخار داشت پاک کردن. همه ما معلمایی داشتیم که برامون خاطرن، حتی اگر این معلم با ما به هر دلیلی بد اخلاقی کرده باشه، قطعاً چیزایی به همون یاد داده و لحظاتی رو برامون به وجود آورده که اونا خیلی ارزش دارن و نمیشه اونا رو فراموش کرد، و ارزشی که این کار اونها داره میشه براش کف زد و میشه به پاش ایستاد. واقعا به نظرم معلم ها جاشون تو بهشته. پس به افتخاره همه معلم های تاریخ در کل دنیا در روز معلم بلند میشیم و 5 ثانیه با عشق تشویق میکنیم. 1 2 حالا. خیلی ممنونم.
از شما هم خیلی ممنونم معلمای عزیز. از ممنونم جانم. برای دبیرا بود دیگه دستتون. برای معلم‌ها دستم. من دبیرم. فرق میکنه با معلم؟ نه چه فرق میکنه. خب پس میتونم دستو به خودم اختصاص بدم. چرا به شما معلمی؟ دبیرم دیگه. ای بابا خیلی خب حالا کجا دبیر بودی تو؟ دبیرم، اسمم دبیره. آها اسم دبیره. برای خب... کارم هم مرتبطه یعنی. کار چی؟ شاگرد دارم و تدریس خصوصی و. نه بابا. بله. چی؟ بازنشسته شدم من. نیما من اصلا این نکته میگم دبیرم نیما چی؟ دبیر یه نکته بهت بگم خیلی معذرت میخوام حرفتو بریدم دیشب با ایرام پیدا شد درسته؟ و بگو خوب بگو خوب درسته به خاطرم بگو خوب درسته خوب سخته بدیم ازدواج کرده کی کی؟ همسر گرفته من نمیشناسمشون به هر حال ازدواج کرده و اومدن اینجا تو در جریانی؟ الان من برای کار دیگه ای اومدم الان خیلی برای مهم نیست این قضیه بعد مسائل خانوادگی ما رو چرا مطرح میکنید اینجا؟ مطرح میکنید چیه؟ خودشون پاشون گذاشتن وسط برنامه اومدن تو باشه حالا بیریم بیرون بعدم ما میگفتیم دیگه خیلی خوب بله خب اینکه هم فقط بزنه دست ببش من ببینم این نه بیا دقیقه بیا بالا نمیتونم این عینک برام آشناست بله عینک برام آشناست عینک عینک دیگه آشناست دیگه عینک با هر کی همه داره ببینم چه شکلی میشه با عینک اسامی که خوانده میشود سری بلند شود کجوکپور کجوکپور بیا بشین اونم کجوکیه کجوک نجات بشین کجوک نجات کیه بشین عزیزم کجوک فهیم کیف کجوک فهیم چه دو تا شدین پس خامید خیلی خوب کجوک منش کجوک خالی کجوک منش خوبی به پدر سلام برسون کجوک خالی کجوک خالی کچکته و من که می تخصصم چیه خواندن انشا تخصص اصلیم خواندن انشاست خب یه انشا بخون ببینم بگم آقای جوان آره برو سال پیش خود را چگونه گذرانیدید من سال پیش خود را در گوشه کنار استودیو گذرانیدم مدتی با من بدرفتاری شده بود ولی کم کم جای خودم رو باز کرده ام در تدارک ساخت برای چی نگاه میکنی این جایم رو بخون دیگه در تدارک ساخت برنامه ای بودم ولی جلویش را گرفته بوده اند که اسمش میوانه بوده است رامبد جوان مرا آزار میدهه به من بدهکار بودهه از من محبت دریغ کرده چرا هندی شدی؟ هندی نشد از مهربانی من سوء استفاده کرده او خود را سمبل خنده می داند و تلاش می کند برای جذب مخاطب هر دست به هر کاری بکند بزند و مرا آزار و اذیت می دهد و نمی گذارد من راه خودم را ادامه بدهم نقطه چقدر مظلوم نمایی و چقدر تهمت به من چه تهمتی همینجوری بوده دیگه من کی تو رو آزار میدم من کی پول تو رو ندادم این در... پول دادین اصلا تا حالا به من که این کی پول من ندادین من اصلا به تو بدهکار نیستم ای خدا باز این بحث رو دوست رفاقتی شد. پول به فکر دوز زده پولتون رو بدی من ببرم من دزده شام و نهار تو که اینجا میخوری نخوردم یه وعده خوردم همش امشب دیرم دادن به یعنی نهار و شامو یکی دادن به امروز روز معلمه بله خب چون یه تبریکه یه جایی که به من بگی آفرین نه به تبریک من نمیدونستم اینقدر دبیر شما پرکاری بودی با این سن و با این تجربه و با این کهولت اومدم اینجا همینجور بدرفتاری به من میکنی جلوی جمع جلوی هزار عناد کار از دست من در رفته آقای جوان اگه بذاری من یه کلم حرف بزنم بفرمایید من از شما عذرخواهی میکنم به شما تبریک میگم روز معلم رو مرسی ممنونم و به شما خسته نباشید ممنون. میگم و همچنین به بقیه به بقیه دبیرا که تبریک گفتیم براشون کف زدیم و قربونشون رفتیم و خیلی هم واقعی منتها به شما تبریک میگم و پیشنهادم میکنم که خیلی مسئولیت بسیار بزرگ و مهم رو به عهده نگیری خیلی خوب خیلی خوشحال شدم دست بیشه بم برام بزنید بله دست بزنین براش بیا این بالا بیا این بالا چی میشه بالا بیام چی میشه بیام بیا تا بعد میگی چی نیما یه دونه از این چیزا میکرد تعظیما میکردی بله اینجوریه قش نه میخواستم اینو بهت بگم در فصل جدید دستت نمیره بالا خیلی قبلا اینجوری بود آقای جما آماده بودم همش ازم کار میکشیدین الان آخه من چند وقته بعدم الان یه دونه اینجوری برو 1 2 3 با دست بزنید بریم بخش بعدی برگردیم
سه 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 چهار. دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم دو و دو و دو و دو و دو بوم 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 دو و دو و دو و دو و دو بوم 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 دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم. یه روز خوبه میاد بی بهونه، آروم آروم تو خنده جانمونه، یه حرفایی داریم شنیدنیه، یه حسایی داریم نگفتنیه. دنیای ما مثل هندوونه است، یه تیکیش کجاست تو خنده بونه است. همه ی آدم ها هم دونه هاشن، میتونن با یه بشکن از یه پاشن. دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم دو و دو و دو و دو و دو بوم 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 دو و دو و دو و دو و دو بوم 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 دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم. حرفای فلسفی رو عامیانه میرسونیم به گوش و صادقانه، مثل رنگ گرم سادگیمون یا رؤیاهای توی بچگیمون. دنیای ما مثل هندوونه است، یه تیکیش کجاست تو خنده بونه است. همه ی آدم و هم دونه هاشن، میتونن با یه بشکن از یه پاشن. دو و دو و دو و دو و دو do ba do ba do ba do ba do bum 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 do ba do ba do ba do ba do bum 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 do ba do ba do ba do ba do bum bum bum. حرفای من حرفای دل توست، یه دنیای خوب توی رویای توست. با چشمامون میشه با تو باشیم، شاید بی این شعر از هم بپاشیم. دنیای ما مثل هندوونه است، یه تیکیش کجاست تو خنده بونه است. همه ی آدم و هم دونه هاشن، میتونن با یه بشکن از یه پاشن. دو و دو و دو و دو و دو do va do va do va do va do bum 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 do va do va do va do va do bum. اینه ما خیلی باحالیم، خیلی ما خیلی خیلی باحالیم، خیلی شما هم با ما بگین ما خیلی باحالیم، خیلی. ایوال دمتون گرم. آه یه چیزی هم بهتون بگم، ما همینجوری ترانه های جدید داریم میسازیم و قراره که اینا رو اضافه کنیم. یعنی فکر نکنین همین هه و دو و دو و چیکو چیکو بمون اضافه. سلام. سلام. هر کسی که شمارش در اومد میکروفون میبری پیشش. بابا همین. وا حالا چرا نه؟ چشه مگه؟ خب دین 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 دین. من هیچگاه فکر نمی کردم که بتوانم در پشت یک جامیزی قرار بگیرم و جایم اینجا مسابقه داخل استادیو. دم دم آها آره واره گای تری واجه خری مای تری واره گای آره واره گای یه واره بای آره گاره بای. شماره پنج چیه؟ بشین بشین آقای جوان، دادم میکروفونو چیکار کنم؟ کنارشون بیست. برو از این کنارش بشین. بشین. نمیشه سخت شد. خب. سه تا اسم کتاب ازت میپرسم، دو تاشو بگی بدی جایزه. کتاب مدیر مدرسه. هیچ کس همکاری نمیکنه. نمیدونی. کتاب دا. آقای خالقی بود که مدیر دا. سید زهرا، سادات حسینی. اولین علی تنهاست. نمیدونی. میکروفون رو بگیر ادامه بدین. دم 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 دم. شماره سی شیره. میکروفون خب. کتاب علی تنهاست. بله من جاشون میگم. کتاب مدیر مدرسه جلال آلم. آفرین. کتاب من زنده ام. خب میکروفون بگیریم. بدی من میکروفون ادامه بدین. دره 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 د
شماره 65 ببر. خب کتاب من زنده ام بعدی من جواب میدم دوش آقای جمع به من سپردن. کتاب سوبشون سخته به بذب اون بگیم بگو سینی دانشور آفرین. کتاب قرب زدگی بگی بگو نمیدونی بگو با حد بودیم از سته یه دونر بریم ادامه بدیم گره گره را گره بره را گره گره بره هری بری هری با شماره پنجو یه میشونم مگه غذایه بگی کتاب غرب زدگی حداد عاده کی؟ آقای حداد عاده خیلی ننوشتن من زنده ام از ستا دوتشو نگفتی ادامه بدی را 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 گره بره را بری راری را بری گره بره نه اون بره شماره 24 شیره غرب زدگی سخت نپرسید آقای جوان نمیدون بعدی من زنده هم خود بعدی خانمی بود خاندوانه یک آورده بود اسمشون بگیم آدرسشون بگیم انتشارات چیز میفروشن دیگه آقای جوان سر پر کالج اون مگه نیست نمیدونی؟ که اون انتهاست دیگه آقای جوان ردیف چهارم پشت که روبرو کتابای تاریخی اونجاست دیگه من دارم درست میگم ادامه میدیم شماره دو کیه؟ کیه؟ بفرمایید قصه های خوب برای بچه های خوب آقای یزدی هم احساس احساس میکنیم؟ مطمئنم اسم کاملش رو میتونیم بگیم؟ یزدی فامیلش بله آذر یزدی فامیلش یکی قبوله من زنده هم معصومه آباد تشویقش کنید باریکلا جایزه بلغت شما یک عدد بگیرین آجام اون اوناشو بدیم به من این پوشالاشو میخواد شما یک عدد کارت هدیه به مبلغ 250,000 تومان از 3 طرف 124 هدیه گرفتید تا الان 3 طرف 124 استفاده کردی؟ آره؟ چیکار کرد؟ میکروفون نداره ایک ببخشید همجی داره عرق میزنه از دور میکروفون هم نداره حالا از 3 طرف 124 استفاده کردی؟ شارژ گرفتی؟ بله راست میگی؟ و موجودی هست آون برکلا چقدر موجودی حسابه؟ مجزم کن مبارکته اسمتون کیه؟ خانم راحله احمدیان بگیرین مرسی خواهش میکنم و اما بچه ها بذاری من یه ذره این اطلاعاتو بیشترش کنم بچه ها ببینین قصه های خوب برای بچه های خوب نویسندش آقای مهدی آذر یزدیه غرب زدگی آقای جلال آل احمده مدیر مدرسه آقای جلال آل احمده سوبشون خانم سیمین دانشور من زنده ام خانم معصومه آباد کتابی بود خانم معصومه آباد هم اومدن به برنامه ما یادتون باشه که اولین خانومی بودن که در جنگ اسیر شدن در 17-18 سالگی علی تنهاست دکتر علی شریعتی دا سیده زهرا حسین حله؟ بریم بیایم کار داریم بریم بیایم احبه احبه شما خوب هستیم وقتتون بخیر قربون شما خیلی خوش اومدیم این زیر پای من خب میرفتن آه کارت نیست خیال جا هست
به 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 سلام علیکم خیلی خوش اومدید سلطان عزیز سلام روی چشم ما گذاشتید قربون شما قربونتون برم چی شد؟ بله جارو برقی همسایه آقا فرج آقا فرج سلام خوبی؟ ما یه چند لحظه فیلم برداریم حالا من بهت خبر میدم اینا حالا آره مرسی بزن سه رو بزنیم سلام علیکم حال شما خوبین خیلی خوش اومدین آقای فروتن بله بفرمایید چی شد یو اینجوری شدی برگشت به سالهای قبلتی ها آره یه دنده عقب رفتیم اینجوری شد اها دندونات هم افتاده آره دیگه دوران کودکیه دیگه شیریه اها چیز کجاست آقای گلی کجاست آقای مسلمی کجاست اونم کوچولو الان همه خونه‌شون شه مامان باباشون اها اون شکلی شده خب چه خبر آقای فروتن خیلی خوش اومدین هیچی ما هم دیگه یه دندقل رفتیم بیدیم خدا رو شکر دوران کودکی خیلی بهتره دوست داریم همون موقع بمونیم آره. اینجوری خیلی شما قشنگتر هم هستی خیلی بامزه‌تر هم هستی حالا میشه یهو دوباره تندی بری اونجوری شی مثل قبلنا بله یه کارش میکنیم بله حالا سلام علیکم چقدر کوچولو آدم میشه لذت بخشه آره. چند سال پیش شده بودی؟ یه چیزی اولوش 39 سال پیش بازیگر نقش کودکیه آره بچگی منو بازی کرد یه لحظه شما یه پدر و پسر باحال هستی بله خوش گذرونی خب یه ذره از این خوش گذرونی تو ما باید ببینیم بریم بازی کنیم ببینیم چه شکلیه آماده این؟ بله سه دو سه تو هم نمونده خب به 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 پدر بزن ببخشینا من وسط بازی ایراد ندارم هم حرف بزنید ایراد که هیچی من همجوریش باختم الان بعد یه چیزی هم بخواه بازی جانم ببین دیگه ببخشین آقای فروتن جانم شما حوصلت سر میره چیکار میکنیم ما بگو حوصلت سر میره چیکار نمیکنیم ما مجبوریم پا به پای این جنگلی بشینیم اینجا پلی‌استیشن بازی کنیم تا این شما حوصله‌اش سر نره شما چیزی معنی نداره حوصله بچه بودین چه بازی می‌کردین بچه که من فقط گل کوچیک گل کوچیک من بیشترین وقتمو گذاشتم برای گل کوچیک تو زندگی یعنی آره اینقدر گل کوچیک بازی می‌کردم که از حساب نداره شما با محمد و حمید دقیقاً از کی با همین ما از الان چند سال شد یه چیزی هولوش 25 سال خورده ای خیلی وقتا میشه گفت از خانوادهمون نزدیکتر بودیم دست درد نکنه بچه‌ها ناراحت شد من باقا توی شما سه نفر کدومتون شوختره یا بیشتر شلوختره شلوغشون من آره جدی کدومه جدی جدیمون آقای مسلمیه همه میگن میگن یه مقدار البته ما به طنز خودمون میگیم محمد سینوزیت داره یه مقدار به خاطر این اینجوریه ولی الان کی داره میبره الان قضا آرتین داره میبره همجوری که من داشتم میباختم شما الان اومدی با من داری حرف میزنی من آدم باحال کسی که میشه رفت پیشش آتیش سوزوند آره آره این تعریفش این شد پا باجه برای آره آره خب نه تو دهنش نباشه دیگه حالا بابای باحال کدومه چه شکلی؟ بابای باحالم میدونی آخه یه محدودیت ایجاد میکنه دیگه به قول معروف الان یه موقع دستبالمون بسته شد به واسطه این خب دوست داره اون من بچه ها دوست دارم باباشون پا به پاشون بیان دیگه چی شد؟ پاتسر شد یه خنده خوبی داری خدا رو شکر خدا رو شکر این خنده رو از کجا این ارثیه اینو تمرین کردی این ذاتن همینجوری نه این ذاتیه من هیچ وقت برای خندیدن جلو خودم نمیگیرم کلی هم آدم ها رو خندوندی به اعتقاد من بهترین لذت رو کسایی میبرن که وقتی مردم میبیننشون به جای اینکه اخم بکنن میششون باز میشه و یاد خاطرات خوششون میفتن فروتن بله خب دختر خانم شما رو هم دیدیم بایده معرفی میفرمایید فوجان کلاس دوم دبیرستان خیلی عالی خانواده باحال هندونه‌ایه بله خیلی شاد
هندوانه، در واقع سه قاچ هندوانه تقدیم به بینندگان خندوانه. آره آره. خب لطف کردین، متشکرم، خیلی خوش اومدین، زنده باشین، ممنون که انقدر باحال بودین، خواهش میکنم ما رو راه دادین بخون قدرتون بشم. اجازه بدید دعوت بکنم از مهمان امشبمون با افتخار، حجت الاسلام دکتر روحی بکنم خدمت شما و بازار عزیز و بینندگان محترم. خیلی خوش اومدین. خواهش میکنم. چقدر در طول روز میخندیم؟ بستگی داره، بعضی موقع زیاد بعضی موقع کم. باعث خنده هم میشین؟ بله، معروفم به این. راست میگی؟ بله. چطور؟ این شما هر جمعی رو شاد میکنید. چقدر عالی؟ نبوده که من جایی باشم مثلا ناراحت بشن. چقدر عالی؟ انرژی هم میدیم بهشون. اینجوری میگم. چقدر خوب. در کودکی شیطنت میکردیم؟ بسیار. چی بگی؟ من نمیتونم تعریف کنم اینجا. چرا؟ کارهایی کردیم که گفتنش اینجا. چرا تعریف نکنیم؟ نه بوده، حالا بعضیش یادمه بعضیش یادم نیست، ولی بسیار معروف بودم به این. امروز روز تولد حضرت علی. همینجور ما بودم. بله. و راجع به ایشون برامون بگی. من به نظرم در مورد خودشون یا در مورد همین خنده و بفرمایید نشاط و بفرمی. لذت از دید امیرالمومنین علیه السلام برخی از روایاتی رو من همین حالا آماده کردم که بخونیم ببینید، یعنی واقعا اگر لذت نباشه، ببین خنده نشاطه، حاصل نشاطه. نشاط هم یک کلمه عربی ما استعمال میکنیم، اون چالاکی بیرونی رو میگن. خنده که یکی از چیزهایی است که نشون میده آدم با نشاطه، ولی اون چیزی که در درون هستش همون احساس لذت از یک چیزی است که بعضی موقع خنده ها معلوم تصنعیه، ساختگیه. اون خنده واقعا موجب راحتی آدم، احساس آرامش میشه که از لذتی، احساس لذت واقعا شادمانی درونی برخیزه و عمیق باشه. بله، اینو در کلمات امیرالمومنین بسیار ما داریم که اگر کسی، به نظر این از روش بخونیم بهتره، کم گفته میشه. این کتابی هستش به نام قررالحکم دررالکرم، 11,000 از کلمات قصار کوتاه امیرالمومنین داره. یکیش اینه: ما اودع احد قلبا سرورا، کار شماست، شما پیشتاز مایید اینجا. هر کس شادمانی را در دلی ایجاد کنه، بکاره، به ودیعه بذاره. خود ودیعه گذاشتن هم یه تعبیر لطیفیه. الا خلق الله من ذلک السرور لطفا، خداوند از این شادمانی که در دل کسی شما ایجاد کردید یه لطفی، یعنی عنایتی خاصی را میآفرینه که فاذا نزلت به نائبتون، وقتی گرفتاری برای این شخص موجب شادمانی شده پیش میاد، جرا الیها کلماء، مثل آب فنحداره غلط میخوره، جاری میشه، میاد این شخص رو نجات میده. خیلی عالیه این واقعش. اصلا دیگه فراوان داریم در روایات ما که از خود امیرالمومنین علیه السلام یا از ائمه دیگه، بابی هست به نام ادخال و سرور که به یکی از با فضیلت ترین اعمال شمرده شده. من به نظرم اینو به خاطر فرهنگی که ما داشتیم، حالا خیلی دیرینش نمیدیم ولی خودمون برای خودمون درست کردیم، این فرهنگ به این صورت که ما دائما ناراحت باشیم
فقط شادیمون استثنایی باشه، چون این چیزی آموزه دینی نیست واقعش. بنابراین اصل در آموزه های دینی این استش که ما شاد باشیم. صحبت سر اینه که شادی درونی خودمون آیا به صورتی همه جا اظهار بکنیم یا نه. آها. این در مواردی از جهت شرعی عرفی هم ما میبینیم مطلوب نیست. یعنی یکی مثلا تازه عزیزش از دنیا رفته، ما در درون از جهت که تو کارمون موفق هستیم، به وظایفمون عمل کردیم، شادیم، ولی در برابر این شخص خودمونو حالت غمگینی میگیریم. در درون خودمون که ناراحت نیستیم از این مسئله، درسته؟ به خاطر غم طرف ناراحت میشیم، ولی از اینکه همین کار هم داریم میکنیم یه نوع شادی داره بازم. یعنی چرا دارم به وظیفه خودم عمل میکنم، در برابر شخصی که ناراحته اظهار ناراحتی میکنم. میخوام بگم بغل هر اظهار ناراحتی یه شادی درونی باز تو هست. به خاطر این میشه گفت تقریبا لذت معنوی که تو آموزه های دینی به ما دستور داده شده، درست؟ گاهی موقع ما اختزا میکنه معمولی، اصل بر اینه شاد خودمون نشون بدیم، با نشاط، با چالاک، درست، با اعتماد به نفس، با توکل بر خدا تو کار نشون بدیم. مواردی اختزا میکنه صورتمون حالت غمگینی بگیره، درست؟ بنابرای شرایط، بنابرای شرایطی، بله. ما اومدیم بسیاری از جاها مسئله رو عوضش کردیم، خیال میکنیم که ظاهر ناراحت رو باید طولانی بکنیم، درست؟ درون هر چی میخواد باشه باشه، اصلا کاری با اون نداریم باش. کسی ببینید مثلا یه کاری انجام میده، این بحث ادخال و سرور که عرض کردم، بعضی هم خیال میکنم فقط اینی که من چیزی بگم کسی بخنده. نه، بعضی موقع شما کسی رو نمیخندونی، واقعش به خنده نمیاد، ولی کارش را میندازی تو دلش که میخنده، پس شما ادخال سرور کردید. شادی که ما وظیفه داریم داشته باشیم، درست، و بعد دل دیگران هم ایجاد کنیم، تو دلشون ایجاد کنیم. خب به خصوص تو این زمانه ما، من به نظرم از جهت استرس هایی که به افراد وارد میشه، ناراحتی های درونی که دارن، تقریبا میشه گفت یه زمانه ایست که آرامش رو کم احساس میکنیم، لذت درونی رو کم احساس میکنیم. حالت شادی یک طوریست که بعضی از مواقع آدم رو غافل میکنه، درست؟ در چنین مواقعی عرض میکنم ها، اگر بس مواردی ما وجود داره شادی یا لذت گفته شده این بده، مواردیست که موجب غفلت میشه و از سر سرمستیه، قهقهه از سر سرمستی. ولی شما قهقهه بزنی دلی رو شاد کنی، این کاری بود که انجام کردی برای کمک به دیگران، بله، برای شادی طرف در امر دینش، دنیاش. فقط دنیایی نگفتن که، یعنی آخرتی نگفتن، شما کاری کنید دیگران از جهت آخرتی فقط شاد بشن. آیه قرآن داریم به پیغمبر فرمان، شما اگه عبوس بودی، بد اخلاق بودی، کسی دورت نمیموند، به خاطر خوش اخلاقی توه. تبسم در روایات داریم در وجه ناراحتیش، مؤمن اصلا ویژگی مؤمنینه، یعنی این یک ویژگی است که نمیتونیم بگیم برای دو روز، چهار روز، یه روزه. کسی هستش که ادامه داره ناراحتیش در دلشه، خوشحالیش در چهرهش نمایانه. یعنی اگه غمگینم هست، غمگینم هست، غمشو از دیگران پنهان میکنه، نمیاد شروع کنه، بله، افرادی که مصیبت های بدبخ شدن، بله بله، این شدن. کار اصلا جهت شرعی کار خوبی نیست، یک نوع اعتراض به خداست. حالا یواش معلوم میشه اولیاء خدا چقدر شادن همیشه، درسته؟ بله، همیشه ببینید درخواست دیگه ای از خدا ندارن که اون انجام نشه بعد ناراحت بشن، درسته؟ هر جو خدا پیش میاره اونو میخوان. استاد ما آقای پهلوانی 30 سال شاگرد علامه طباطبایی بودن، ایشون نقل میکنه از علامه طباطبایی از آیت الله قمشه‌ای که مترجم قرآن، صحیفه سجادیه هستن، ایشون میگفتن من رفتم حرم امام رضا علیه السلام، مقام رضا رو از ایشون خواستم. خب اومدم بیرون، تاکسی داشت رد میشد، زد پام شکست، افتادم.
افتاده نشسته تو خیابون چقدر سریع حالا سریع همین گفت فهمیدم دعا مستجاب شد. چطور؟ گفت از این که پام شکسته بود اینقدر خوشحال بودم. ببینید اولیاء الهی اینطوری هم خدایا به من عافیت بده. پس ببینید بازم عافیت مناسب شادیه دیگه. بله. موافقت موافق تب بودن زندگی اونجوری که من میخواستم بشه. اگر بلا دادی به من صبر بده. اگر ما خیال میکنیم اولیا کلشون انداختن پایین همیشه ناراحتن اینجوری میکنن. درسته؟ مصیبت اندر مصیبت نه. یک لذت های من در مورد انواع لذت ها بحث خواهیم کرد تا بدونیم که شادی های درونی چقدر مضاعفه. بسیار بسیار اثرش زیاده. مثل شیخ اشراق، مثل ابن سینا اومدن اینا رو شرح کردن. من خواهر میکنه اونا مثلا خیال میکنیم اونا شادی مثل ما ندارن پس دیگه شادی ندارن. بهترین وسیله برای شادی اینه که منیت ما بره. سخته. ببینید من اونجوری که میخواستم دوستم این کارو نکرده من ناراحت میشم. ما مشابه سازی باید بکنیم نسبت به ائمه علیهم السلام. در ناراحتی اونها ناراحتیم، در شادی اونها شادیم. نه که در شادی اونها هم بازم بیام چیکار کنیم یه بساط ناراحتی درست کنیم. نداریم. این چرا این راه افتاده؟ ما خوشمون اومده این کارو کردیم. خوش آمدش در کجاشه؟ نمیتونم. تو نصوص دینی یعنی متون دینی ما چنین چیزی نداریم. شیعیان واقعی کسانی هستند که یحزنون لحزننا لحزننا وقتی به خاطر ناراحتی ما ناراحت میشن. اولیاء الهی یعنی عزیزترین عزیز رو ما از دست دادیم به خاطر اینکه به این بزرگ با این همه عظمت با اون پیغمبر اونجوری اینجوری بد رفتار کردن ما خب ناراحت میشیم طبیعتا. چرا اینجوری شد؟ به شادی اونها داریم شاد بشیم. این قسمت ما فراموش کردیم. عجیبه. بله. حالا این بحث کلا بذاریم کنار. درست؟ بله. حالا بریم سر انواع شادی های درونی، لذت های درونی. یک سری لذت های ما داریم حسیه. حسیه یعنی چی؟ یعنی شما چیزی رو با چشم میبینید تو روحتون ازش لذت میبره چی میشید؟ خوشحال میشید. در شاد میشید. یا چیزی لطیفی رو دست میزنید لمس میکنید شاد میشید. درسته؟ یا میچشید؟ یا صدایه میچشید؟ اینا حسیان یعنی مبدأش منشأش اون شروعش حسیه. گوش میکنید یه صدای بسیار قشنگی رو خوشتون میاد ازش لذت میبرید. خب بعضی موقع اینجوری نیست چشم میبند لذت میبرید. این بعضی ها هست اینجوری که کیف میکنن. اینا لذت های خیالی بهش میگن، توهمی نیست. نه نه پیر مردا بیشتر اینجوری هست. دیدی با خاطره گذشته مرور کردن خودش که نیست، عکسش هست. قبوله؟ بله بله. لذت این دومی بیشتر میشه یا اولی به نظر شما؟ این اولی دیگه. ولی دومی هم مزه میده. خب معلومه مزه میده. من کدوم بیشتره؟ سب کنیم بپرسم ببینم کیا کیا اولی کیا دومی. اولی ها کیا و دومی اکثر اینجوری. این درسته. چرا؟ برای اینکه اگر شما به یه چیزی نگاه کنید حواست اون خیالت ذهنت به اون طرف نباشه احساس لذت نمی کنید. بگن ببینید نگاه میکنی چشم میفته دقت نکردی. یعنی چی؟ با روحت به اون نگاه نکردی احساس لذت میکنی شما؟ صدای خیلی قشنگیه شما گوش بهش نمیدید. صدا میخوره احساس لذت میکنی؟ نه. پس ریشه لذت به خاطر اون دومیه است. تو اولیه هم دومی چون از ما احساس لذت میکنی. پس لذت‌های درونی پس ریشه لذت اینه. اینجا بازم تو کار دوم یه چیزی هست که نیاز به یه کاری داره. شما باید صورتی رو، حالتی رو یا عکسی از بیرون رو تصور کنی لذت ببری. قبوله؟ میشه یک چیزی کلی باشه که صورت و عکس هم نباشه، یک لذت مدام
شادی که نیاز نداشت باشه به این چی؟ فعالیت ها. بله بله. این تو اولی من باید نگاه میکرد، تو دومی چشم بسته هم صورت میاد تو ذهنم. میشه از این هم قوی تر به حالتی برسیم؟ تو اولی میگن لذت حسی، تو دومی میگن لذت خیالی، یعنی به ذهن بیاریم، ذهنی بگیم. تو سومی لذت عقلی، یعنی تو حتی صورت هم نباشه یه حالتی مثل لذت‌های اخلاقی احساس میکنید از کمک کردن به دیگران، شبیه لذت‌های از اینکه طرفت به ذهن بیاری هی به یادش باشی از اون دومیه، ولی از خیر کردن لذت میبری. یکی بشنوی به یکی یه جای دیگه کار خوبی انجام داده لذت میبری، حتی اگه تو نکردی نباشید. این لذت ها بهش میگن لذت عقلی. موسیقی حرام نیست، نیست موسیقی مطلق هم نیست، موسیقی مطرب حرامه. بله. هیچ مجتهدی هیچ فقیه شما پیدا نمی کنید بگه موسیقی حرامه کلا، هیچ فتوای ما نداریم، درسته؟ بله. غنا موسیقی یعنی از ابزار موسیقی استفاده کنیم، اینا آهنگ عرض میکنیم، ریتم. اگر صدای خوش، درست؟ بهش میگیم غنا، یعنی آواز خوانی که خودش البته آهنگی داره، موسیقی هم همراهشه. خود غنا تنها حرام است مطلقا، هیچ مجتهدی نگفته، هیچ فتوایی، مشخص ترینش فتوای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. چه حرامه؟ مناسب مجالس لحف باشه، انسان را فسق و فجور مناسب اون حالت باشه، طرب رو به حالت رقص بیاره دیگه، وگرنه هر نوع موسیقی که تا اینو مرز کنم، موسیقی هایی که طرف رو بسیار ناراحت میکنه اونم بله حرامه. حرامه بله. همون فقها ها گفتن، یعنی موسیقی به زیر عشقم رو در بیاره نه بله. موسیقی باشه که غم و قربت و غیره و اینا بخونده بشه، اینو میگن طرب نه، خفت بیاره. خفت اصطلاح فقهی است، یعنی ناراحتی بی منطق. چرا طرف رو ناراحت میکنی؟ بعضی هستن اینقدر موسیقی‌دانا یا مثلا آوازخونها بهتر میدونن، توی مجلس میتونن طرف رو شاد کنن، به گریه هم بیارن. خب گریه هایی که منطقی پشتوانش نیست حرامه. یه چیزی ببینیم، برگردیم. من از این هندوانه برای حاج آقا تو بشقابشون بذارم میل کنن، ادامه بدیم. بفرمایید. خب باید هم که شما خندون باشید، یه آجیله همش به خندون هم دیگه. آره دیگه آجیله، خب نگاه آجیله که میکنیم میخندیم. نام ببرید معرفی شما. پسته اکبری، پسته کلاغوچی، پسته احمد آقایی، پسته فندقی، مغز بادوم، اخوی حسین آقا هستن، آج آقا پدرم هستن، آقا مهدی هم یکی از اخوی هستن. پدران و پسران، پدران و پسران، پدر و پسران، پدر و پسران، سه برادر و پدر، بله، پدر و سه پسر. آره اینم میشه. بله. داداش بد اخلاق شمایی ها؟ نه اتفاقا برعکس، من از همه خوش اخلاق ترم. شما داداش کوچیکی ای؟ با اجازه. دیگه اون تحتقاری لوسه مامانی؟ نه بابا. رئیس کیه؟ رئیس حاج آقا، حاج آقا رئیس هم. معاون که؟ معاون هم بنده کوچیک شما. کدومتون آجیل بیشتر دوست دارید؟ همه همونو میخوریم، همه خورز میخوریم، بالاخره نک نکو میزنیم به قول یارو گفتنید. تو شما داداشا کدومتون خندون ترین؟ خندون تر؟ کدوم اهل شوخیه؟ کدوم جنبه شوخیش بیشتره؟ بیشتر من خیلی. آره با همه از شوخی میگویم. آره با حال درست همه حاج آقا مونه. بله ما هرچی خط میگیریم از حاج آقا میگیریم. بهشون نمیخوره به نظر خیلی جدی. اتفاقا واقعا حاج آقا نگاه سن و سالش نکنم، دلش خیلی جوانه. برم درست کنم بیام آرشگاه. آرشگاه بابا خوبه دیم. بابا آره سر جا
جدی جدیه، سر شوخی هم شوخیه. آره از سر کار نه اصلا شوخی بردار نیگیم. خدا نکنه اشتباه بکنی. پدر و پسری با هم میگذرونی؟ آره با هم خوبی. از پشت اینک نگاه که میکنه یه دفعه پشت میز نشسته، اینکش هم اینک مطالعه هستیه. بعد یه دفعه صدا ما میزنه میگه مهدی. از پشت اینک نگاه میکنه دیگه همه همون باید بریم قایم شیم. آج آقا مخلصیم. آقا قربون شما. ممنون. شما خیلی جدی بودید اون پشته. تشکر میکنم. ما برنامه‌ای داریم دیگه با برنامه خودمون. آره سازگاری. موقع کار خیلی جدی هستیم. بالاخره باید دیگه. کار اگه آدم جدی نباشه خراب میشه. آره یعنی جدی نگیرید این بچه ها اصلا کلن کار یا آدم نمی کنه یا اگه بخواد بکنه درست کار انجام میده. آره جدی جدی چه جدی آجیل فروشی. شما خود آج آقا کدومه از اینا رو یه قلمشو اگه بگی خیلی دوست دارم کدومه؟ پولشا. پولشو دوست دارم. پولشو دارم. فقط پوله رو دوست داری. خیلی خوبه. آجیلم دوست داری. آجیلم میخوری واقعا؟ مثلا یه بازی فوتبال مثلا شما فرق میکنه؟ آره جدی میگی؟ آره مثلا در ایام جام جهانی خب مثلا مصرف تخم آفتاب گردون خیلی میره بالا. مثلا برای جام جهانی چقدر فروشتون فرق میکنه؟ فرق کرد یعنی؟ دو برابر. دو برابر. برای جام ملت اروپا چقدر؟ نه اونا زیاد تاثیر نمیذاره. این آسیا که خودمونم بودیم چی؟ جام جهانی. جام جهانی. آره. لیگ داخلی و اینا تاثیر؟ نه اونا پرسپولیس هم چرا؟ پرسپولیس هم میخورده به هر حال بچه‌ها بیشتر میان. استقلال پرسپولیس بازی دارن؟ بله. میان بیشتر. آها. الحمدلله. ما راضی هستیم. لطف کردین. خیلی راضی هستیم. خدا رو شکر. خداوند نعمتشو به انسان میده، انسان باید قدردان باشه، باید حمد خدا را به جا بیاره. چیکار کردیم؟ خدا الحمدلله لطف کردیم. مخلصیم. ببخشی اکاسبی اگه افتادیم. بفرمایید. نه اشکال نداره قربون شما. بفرمایید. خدا نگهدار. حالتون چطوره؟ الحمدلله. قبل از اینکه به ادامه گپ و گفتمون بپردازیم لطف بفرمایید که یکی از اینا رو انتخاب کنیم. باز بفرمایید. بله این کاغذی توشه تعداد کلمه هست. بله. اینا رو یه دور برای ما بلند بخونیم. گوشی، دانشگاه، کتاب، چراغ قرمز، کفش، پایان نامه، قرمه سبزی. خواهش میکنم. اتفاقا مناسب شغل بنده نوشتم. بله. من هیئت علمی دانشگاه طبیعت مدرس هستم. بله. سر کارم همش با این پایان نامه است. قرمه سبزی هستش پایان نامه ها. بسیاری از پایان نامه ها تو دانشگاه ما نه. خب خیلی جدیه. صحبت کنم در مورد ماجرا. یه ماجرا برای ما تعریف کنین که این کلمات توش باشه. ماجرا تعیین کنم؟ بله تعریف کنم. بله. یکی از دانشجویان در دانشگاه پایان نامه نوشته بود در رابطه با کفش که آدم وقتی کنار چراغ قرمز باشه کتابشو بذار و گوشی رو بردار و بره قرمه سبزی بخوره. دست این درده شده. چه روایت عجیب غریبی بود. خواهش میخواید خودکار رو بدیم منم برای شما بنویسم بگید. بس میگه میکنیم. بله بله. یه خودکار به من بدیم. بله. یا خدا. حاجی آقا یه چیزای خوب بنویسید. نه هر کاری دلتون میخواد بکنیم.
بخونید شما هم افراد. رامبد جوان، هندوانه، خربوزه، هردوانه، پلو مرغ، لپتاپ. رامبد جوان داشت فکر میکرد که چطور میتونه یک ترکیب جدیدی از دو تا چیز با هم دیگه ایجاد بکنه. پرید سراغ لپتاپش، رفت تو اینترنت، همینجوری چرخید اون تو و داشت پیدا میکرد که باید چی کار بکنه. بعد دید خیلی چیزا قبلا با هم دیگه ترکیب شدن. بعد فکر کرد که آیا میتونه خربوزه رو با هندوانه قاطی بکنه و این تبدیل بشه به خربوزانه. بعد دید که نه. بعد دید که چی کار بکنه یه هر دوانه‌ای داشته باشه. اینقدر داشت فکر میکرد دیگه خسته شد، گشنه شد، پرید پشت میز. مادر براش یک پلو مرغ گذاشته بود، نشست به پلو مرغ خورد. من واقعا عاشق پلو مرغ هم هستم، خیلی هم دوست دارم. شروع کرد پلو مرغ خوردن، همینجوری داشت میخورد دهنش هم پر بود، یهو یه فکر به کلش زد. بعد پقی زد زیر خنده، گفت همینه، خنده و هندوانه. بعد وقت شد خندوانه. ببخشید من دیگه همین لازم. ازم راضی باشین. بله خواهش میکنم. خوب بود. بله. به هم یه امتیازی بدین که راضی باشین. خیلی طولش کرد. متشکرم. خب. روز معلمه. آی روحی عزیز. بله. و حضرت علی علیه السلام فرمودن که هر کسی به من چیزی رو یاد بده، بله، من تا آخر عمر بندشم. ما نسبت به معلم به هر جا رسیده باشیم، نسبت به معلمی که ولو حالا احساس میکنیم حرفایی که اون موقع گفته نسبت به حالای ما خب خیلی سطحیه. بله قطعا هم همینطوریه. همیشه باید این حالت تواضع رو داشته باشیم. برای اون زمینه رو ساخته کنیم. هیچ موقع این حق برداشتنی نیست، که نشان دهنده این هستش که حق معلم مثل حق حیاته. بالاترین چیزی که انسان داره موجودات دیگه ندارن چیه؟ همین علمه. قبوله؟ بله. و اولین کلمه آفرینش که خداوند میفرماید بر ملائکه، آره سوره بقره آیه 30 اون اوائل قرآن، چرا اینو آفریدید با وجودی که ما پاکتری منزه داریم؟ خداوند آمد این علم بیشتری داره و علم آدم الاسماء کلها. ما اگر چی اظهار بکنیم یا نکنیم، خب داریم حسنه اونو جای دیگه منتقل میکنیم. شما از معلمتون هر چی آموختید از اون جهت که نیکی به شما یاد داده، نیکی را به دیگران منتقل میکنی، با هر طوری باشه، با هر پیشه‌ای، با عملا داری کار نیکی اونو به جای دیگه منتقل میکنید. تو نامه عمل اونم نوشته میشه. پس حد و مرز نمیشناخته تجلیل از علم. معلم ما با ما بد اخلاقی کرده، نمره نداده، ولی خیلی چیزای خوب به ما داده. بس به خاطر اون کار نیکش احترامش واجبه. احترامش واجبه. به خاطر کارهای دیگش ولو کار بدی هم ممکنه، نابجا اصلا تنبیه کرده، اصلا باید از یادمون بره. بعد از یادمون بره. بله. اگه اونو خاطر نگه داریم، عقده نگه داریم، همیشه او رو میبینیم، از اون ور بریم. درست. همینطوره. بس. جمله که دیگه نمیخوایم. نه خواهش. توی گفته های شما ساعت میفهمم که تمام موضوعاتی که شما توضیح دادین، روایت کردین، اشاره کردین، وقتی از پیامبر میگین قطعا سهم حضرت علی هم هست. یعنی انقدر تفکیک شده میشه نبود، ولی به هر حال سهم براشون قائل بشین که ولادتشونه. از ایشون نسبت به موضوع شادمانی و مهربانی بگین برام دیگه. این علی علیه السلام به اقرار خصم میگن، یعنی دشمن هم در مورد علی علیه السلام این نظریه رو داره. دشمنانش در زمان خودش، بزرگترین دشمنانش در مورد فضائل علی علیه السلام گفتن جمع بین ازداده، اون همه شجاعت تو جنگ، این همه لطافت، مهربانی،
نسبت به افراد مستمند به حدی رسید که نویسنده مسیحی میگه عدالت علی علی را کشت. چون میخواست درست عدالت رعایت کنه باعث شد کشته بشه، وگرنه یک ذره یعنی میخواست رعایت نکنه کشته نمیشد. در مورد مهربانی هاش و رعایت حقوق مردم فراوان از سیره ایشون میشه استفاده کرد، به طوری که به نزدیکترین فرد خودش، یعنی شادی خوبه ولی شادی که موجب حرام باشه، عقیل اومد از ایشون کمک خواست. نابینا بود ایشون، آتش آورد نزدیک دستش، گفت آتش آوردی من باید بسوزونی منو؟ گفت شما از این نمیترسید؟ میترسی؟ من از آتش جهنم میترسم. نوک قلم را داریم، قدیما اینجور نبود که میتراشیدن، نازک میتراشید تا از بیت المال کمترین استفاده بشه. بیت المال را قدیم بیت المال اینجور نبود بانک باشه، غیره بیت المال یعنی یه جایی بود، میمدن اونجا جنگ یه جایی بود، طلا نقره جمع میکردن، تقسیم میکرد بین همه به سویه. مهربانی بیشترش من از کنم تو نهج البلاغه هم هستش، کتاب الغارات هم هست، سابقش جلوتر از نهج البلاغه هست. الانبار همین انباری که حالا هستش، عراق درش جنگه، این همینجا حمله کردن، یک شخص خانم کافری را، مسلمون نبود، خلخال از علنگو مانند تو پا پای افزاره میزدن، اینو کشیده بودن، حالا چند نفر دیگه کشته بودن، اینم کشیده بودن. ایشون فرمود اگر مسلمانی از قصه این بمیره جا داره، من اینقدر یعنی قصه دارم، مؤمن به این میگم نسبت به همه اینقدر مهربون باشه، مهربانی بی حد. خیلی ممنونم، خواهش میکنم. یکم راجع به شما بپرسم، آشپزیتون چطوره؟ صفر یا زیر صفر؟ نه بابا، یعنی اگر نباشه کسی در اطرافتون، خانواده، جایی، چیکار میکنی؟ تواضع کردم حالا اینا رو مقدار چی بلد. خیلی خیلی تواضع کردم، ترس از خانم ها معمولا باعث میشادم اینقدر تواضع کنم. چی مثلا میتونید درست کنید؟ بکنید خانم نباشن، بچه ها هستن، گفتن امروز نهار با شما، همون چیزی که شما درست میتونید نمیبود یه سر بیشتر یه چی؟ ایده حدودی مثلا چی؟ ببخشی نشیدم دیگه، تا همین حدود، تا همین حدود آفزشم بلد، آفزشم بلد. دلتون میگیره گاهی؟ کم کم، خیلی کم. کسی دلش بگیره در اطرافتون چیکار میکنین براش؟ معلومه یه کاری میکنم شاد بشه. چیکار میکنین؟ مسائلی رو براش تعریف میکنم. من الان دلم گرفته. نه شما که دلت نمیگیره. نه نه اینجوری که شما دلت میگیره من نمیتونم درستش کنم. بیشتر فکر کنم من آسیب دیدم، ماشین زده به هم و دلم گرفته. یک کاری، یعنی ما از مسائل دینی، از آیات، روایات، سیره بزرگان، درست، وقایع رو براش میگیم که مصیبتشون سخت‌تر از این بوده، شادمان‌تر بودن. براش مصیبتشو کوچیک می‌کنیم. کوچیک می‌کنیم. جبران کردن‌های خدا. این خیلی مهمه. امید بهش میدیم. ببین بعضی امید فوق‌العاده ان شاءالله. من به نظرم اینجوری انتقال پیدا می‌کنم. کمتر کسی هستش که مثلا آدم بتونم صحبت بکنم ناراحتیش نره. بهترین خاطره‌ای که از آیت الله بهجت تو ذهنمه اینی که من بنده، یعنی حدود 25-26 سال با ایشون بودم، یک بار ایشون نگفت من این کارو کردم. چی میگفته؟ نه میخواد از خوبی هاش بیاد. نمیگفتن نمیگفتن اصلا، هیچ وقت، هیچ. خیلی مهمه. شما هم اینجوری شدین؟ نه مطمئن، نه که اینجوری نیستم، میخوام خوشم میاد یعنی از این بره. کار خیلی خوب، دوست داشتنی اینطوری، یعنی بعضی هستن تا یه هنری دارن میخوان
صحنه آماده بشه بگم من این کارو خوب بلدم، من اینم که هستم، هی میخوام به روخ دیگران بکشم ولو کاری را که انجام دادن. ولی کسی که دائما این لازمش اینه یک چیز بزرگی رو دیده که این منها منبازی ها در برابر اون چیه؟ مثلا هیچ حساب میشه من که بگم که چی؟ همینطور خیلی شخصیت بزرگی بودن که واقعا یه بار یه منی گفتن ایشون، من یادمه یه حالا بار بگم صبر کنید. ایشون گفتن آیت الله نائینی را که اینقدر تعریف میکنن در رابطه با علم فقه و اصول و اینها وارد بود، ایشون علاوه بر این مقام های عرفانی و معنوی بسیاری داشتند. من به نظرم به سن تکلیف رسیده بودم یا نرسیده بودم، یعنی بینیش چند سال؟ 4.5 سال تو اون حدود آره. پشت سر ایشون که نماز میخوندیم، تو نماز از حالات ایشون چیزهایی متوجه میشدم، یعنی اون جهت معنوی اوج عرفانی ایشون رو من شهود میکردم. آره. و تعریف خودش هم شد دیگه. بله دیگه. بعد زود اصلا یه آدمی که متوجه بشه که یک چیزی را که نباید در مورد خودش میگفت گفته، از زود بحثو بردن جای دیگه و ادامه ندادن و غلش کردن، ناراحت شدن. دومین بار هم که من نگفتم ولی من یادمه، کسی یکی از بزرگان بود، پسر آیت الله میلانی، پسر استادش، از ایشون تعریف کرد. باور میکنید آقای رامبد صورت ایشون کبود شد، خجالت کشیده، واقعا کبود شد، نه که مثلا خودشو به این صورت در بیاره. این شخصیت های الهی اینطوری هم. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خیلی لطف کردین اومدین. خواهش میکنم. رسم داریم. مهمان ما 5 ثانیه به تماشاچی در منزل لبخند میزنن. تماشاچی در منزل به این لبخند رأی میدن. از اون لبخند های وسط من برداریم بذاریم همینجا. اصلا قانون ما به هم میریزه. آخه. نمیتونم اینجوری لبخند بزنم. همینجوری لبخند بزن. همینجوری خب شما حالا بگیرید نه دیگه بعد به تماشاشی نگاه کنید. خب نگاه میکنم. ها بریم 1 2 3 بله بشمونیم با هم دیگه. 1 2 3 4 5 خیلی ممنونم. خواهش میکنم حاجا، ما یک حامی برنامه مون داریم. خواهش ستاره 724 مربع هدیه به شما داده که من باید تقدیمتون بکنم. پول که توش نیست. بله هدیه است. خواهش و عرض میکنم خدمتون که یک لوحی داریم بله. که این برای ما خیلی ارزشمنده و به مهمان هامون تقدیم میکنیم بله. و ازشون خواهش میکنیم که اینو جایی بذارن که ببینن بله. به یاد ما باشه. ارزشمنده بله. این تقدیم شما میشه. به حفظتون کنیم. مخلص. این هم که من خدا هم به شما همیشه توفیق بده. مخلص. همیشه دلهای ناراحت رو افسرده رو شاد کنید انشاءالله. خیلی ممنونم شما هم به ما کمک کردید. ایشالله ما هم واقعا این توفیق رو داشته باشیم که مصمم جلو بریم. ما هم مثل روحیه که شما دارین رو داریم و کوتا نمیاییم. میدونم برای شما از خود گذشتگی میکنید. میتونستید کارهای انجام بدید که خیلی ها خوششون میاد و شما ولی راحت ترید. به زحمت انداختید میدونم. هر روز یه کارهای انجام میدید که دیگران ایشالله خوشحال و شادمان و درون یه به سرور معنوی هم انشاءالله پیدا بشه. خیلی ممنونم. من خدا حفظت کنم. لفتا بتونم من بیارم؟ نه من خودم برم. از اینو من بیارم؟ نه من دو تاش میتونم. سخت کنم میشه. ما همیجا بشیم من بیارم. نه منم با تو بیارم. با این نکه. بس بیاشم. هایش بکنم. برپا بشینن برپا بشینن برپا
بشین یه بار دیگه منو زایه نکنید دیگه، زبیر رو زایه نمیکنن. برپا یه بار دیگه، پاشین یه بار دیگه، برپا بشینید. کجوک خالی اونه، تو برای چی بلند میشی همش؟ بشین کجوک خالی، شش شدی عزیزم، بیبار بیرون. کجوک منش، تو نمره نگرفتی اصلا، بیا بیرون. کچکته انشا رو بچه را افتادی، بیبار بیرون. کجوک پور کیه؟ چرا تو همه هستی؟ بیبار بیرون. چرا برم؟ چرا بمونی؟ پنج شده هر سه چهار تاش افتادی، بمونی؟ بیرون. پولم که نمیده پدرت. کجوک نجات، کجوک نجات عزیزم، چه وضع درس خوندنه؟ بیبار بیرون. بیست من دوست ندارم بیست، بیبار بیرون. یا شونزده یا سیزده یا ده، بیست بشه درد من میخوره. اینجا برپا. ای بابا نداره عزیز من، ای بابا نداره. شهریه گرفتین، شهریه دادین، نه. حالا که معلم اومده اینجوری، این برخواد درست نیست. بشینن. کیه این؟ آقای مدیر برپا. بشینن. جناب مدیر، اون سری که نمره نگرفتن، یه سری از بچه ها اون سم نمره نگرفتن، تشبیه بیارین اینجا من بیشتر به توضیح بدم. مثل نمره نگرفتن، راجب سرویس ایابزا گشت و رفت و برگشت و تغذیه و اینا رو صحبت کردیم. مثل که بچه ها خب درس کمکاری کردن، یه سری بچه متوجه نمیشن. اینا چیه میگی؟ تو من شرطی بچه ها توضیح میدارم دیگه. مگه من مدیرم اینجا؟ مگه مدرسه هست؟ مگه مدیر نیستی؟ الکی دیگه، من واسه شما برپا. الکی؟ خوشتون نیم من؟ نه شاید حالا برپا داده بودم برای شما. اصلا لازم نداریم این حرفا رو. شما دوست نداری؟ نه خیر. من خیلی دوست دارم. نه خیر. حس خوبی میده با آدم، قدرت. آقای جواد بابا ولم کن، نیما تمومش بکن. من بیشتر عاشق قدرت. تشریف بیارین بشینین. خواهش می‌کنم بذارین وایسن. آقای جواد یکی 4 شده، یکی 13 شده، یکی 17 شده. 17 که بعد واسته که. چرا وای نست آقای جواد؟ اب نداره، بفرمایید. چی شد؟ میگه خیلی بد برخورد میکنه. حقت دیگه تو چون حالا معلمی، روز معلم ما با تجلیل کنیم این کارا چیه؟ جناب جواد، حالا من می‌خواستم بیشتر راجع به تحصیلات بچه‌ها و هزینه‌هاشون و اینکه دیرکت شده و یک سری از بچه‌ها تونستن از هزینه‌هاشون رو به زودی پرداخت کنن و اینکه نگم؟ نه. می‌خوایم خدافظی کنیم. و ما میتونیم بیشتر صحبت کنیم. حالا در جلسات بعدی ما میتونیم راجع به بچه‌ها صحبت کنیم. بفرمایید. و اینکه ما میتونیم در پیشرفت و روند و کار و کوشش بچه ها و لباس بچه ها. من داشتم با یکی از دبیران صحبت میکردم مبنی بر این که ما بیاییم بچه ها رو کلاس ها رو بزرگتر کنیم، تعداد بچه ها رو بزرگتر کنیم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. بچه ها رو در دوباره عید رو بهتون تبریک میگم و دوباره روز معلم رو بهتون تبریک میگم و آرزو میکنم که سالیان سال درجه یک و شاد زندگی کنید. شبتون بخیر باشه. اونهایی که دوی بامداد میبینن، بامدادشون به خیر باشه. هفته صبح یا هفته صبحشون به خیر باشه. یازده صبح یا یازده صبحشون به خیر باشه. پنج بعد از ظهر یا پنج عصرشون به خیر باشه. یک دو سه شاد باشید. پایگاه اطلاع رسانی راسخون.